محفل عروسی سر خوردیم. امیج راستی یک پایکوبی داشتن. یکی مال خوشگی خالی خو نمیشه. امروز آمدیم تفریح و این قسمت به نام تنگی شادیان یاد میکنه. ما فکر نکنم که تو نفر به این قسمت آمده بودم. اینجا فقط قصر دارالامان بریم معلوم میشه. بالاخره که به بیرون رسیدیم. اینجا دیگه جا هست، دیگه رو هست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما وطن‌دارای عزیز، و امیدوار هستم که صحتمند و سرحال، دور از گزند روزگار و مثل طبیعت اینجا صحتمند و سرحال باشین. امروز آمدیم تفریح و اینجا کوی شادیان و این قسمت به نام تنگی شادیان یاد میکنه. خواستیم که یک برنامه را از اینجا تقدیم شما خوبان بکنیم. بسیار یک فضای دلانگیز، یک فضای همتو خوب و فضای تازه است. امید تو که هوا را تنفس میکنی لذت میبری از تنفس هوا، از سردی که در اینجا هست، از آبایی که به اینجا روان است، خرد است اما بسیار جالب. کوه را خو میبینین، بسیار کوههای بلند، بلند قامت، و میگم که میزنی صدا که نکاس میته دوباره بسیار لذت بخش است. خب ما در یک فصل آمدیم، فصل خزان است، و بیشتر مردم در اینجا که میاین در بهار میاین، از ولایت های دیگه حتی به اینجا میاین تا به اینجا یک تفریح داشته باشن، همراه دوستا سیل و سیاحت داشته باشن. ما به فصل خزان آمدیم بدون فصل بهار و آمدیم، اما در فصل خزانم بسیار یک جای خوب، یک فضای خوب، یک آب و هوای اما تو بی‌نظیر داره اینجا، و هدف ما این است که ما به داخل امو تنگی که یاد میکنه در اونجا میریم و چای صبح اونجا نوشجان کنیم. چای صبح هم نوشجان میکنیم. بین خیلی ببینیم که ما در چای صبح چی تیار کردیم. اینجا صبح وقت آمده بودیم، البته ساعتهای 6:30 یا 7 صبح بود که ما آمدیم به اینجا، و قبل از این یک کنوردی کردیم با دوستا که خیلی لذت بخش بود و خیلی کیف کرد. حالا میریم ما و شما به داخل که ببینیم راهش به کجاست و چه قسم بالا میشیم از اینجا. یک تعداد از انبتانای ما آمده اینجا به تفریح و اونا هم دمو بالا ششتن، نمیفهم که چی کداره سن. میریم باز امروی از اونا هم یک صحبت میداشته باشیم. آمدیم به می کمر از اینجا که شکل یک کمان را داره به خود، و اینجا که گپ میزنی صدا دوباره به خود نکاس میته. یابم خو میبینین، شاید از بالا بیایه، از ششمه بیایه، ما دقیق نمیفهم که یاب از کجا میایه، و آب سرده است، آب سرد است.
من که فکر میکنم شاید از بالای کوه بیای ای آب. آبش آقدر صاف نیست، شاید هم سرد باشه. بسیار سرد است. بیان که میریم بخیر به داخل تنگی و این هم رای است که بالا میشیم به اینجا. بسم الله گفتم میریم بخیر. خیلی زینای فاصله زیاد است، یعنی به شما شاید معلوم شوه که اینجا یک خشت، دو خشت، سه خشت بلند است اینا. شما ببینید که اینجا در اینجا چقدر بلند است. حتی ما یک دست مایی تو بانده بالا میشم میشه. بالاخره که رسیدیم به داخل. اگر مثلا یک نفر باشی و بیای به این قسمت احساس ترس میکنی. میشه که کمه زودتر بالا شوی درویش جان. خدا اینجا بسیار تاریک است و از بس که تاریکی زیاد بود ما مجبور به این شدیم که لایت روشن میکنیم. لایت را روشن کردیم تا یک کم از تاریکی از این کاسته شوه و همی فضا یک کم روشن شوه. تونانی را ده اینجا بیار که یک کم دیگه بلند میریم. زینای از اینجا ما فکر نکنم که دو نفر به این قسمت آمده بتانه. فقط یک نفر میتونه که از اینجا بالا شه و بالا. اگه دو نفر بیای باز به بنبست مواجه میشه. وقتی که مواجه شد باز هر دیشه هم اینجا میمونه. کم کم ما به روشنی میرسیم و چه شما که روشنی را دید کم دل ما روشن شد. اما اگر از بیرون ببینی ایتو برات معلوم نمیشه که یک جای باشه. خب چیزی که انسان تصور میکنه تو نمیشه دیگه. دلیل از این فهمیدم که چرا سوراخ‌ها به اونجاست و از بیرون معلوم نمیشه اما از اینجا دیدیمش. به خاطر چیست؟ بالاخره که به بیرون رسیدیم به هوای تازه. اینجا دیگه جا هست، دیگه رو هست. من نمیفهم کی رو به کجا میره. یک را، دو را، این هم رای سیومیش هست. یک پایان شدیم و میشه که ببینیم به اینجا چی هست. شاید یه هم را باشه. بسیار شمال سرد میه. مثل از اینکه با سالنگ باش، به ما اندازه سرد است. بخ بخ بیا 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 که جای اصلی را گفتیم. منزل اول، به منزل اول رسیدیم. اینجا فقط قصر دارالامان بریم معلوم میشه. امی موقعیتی که ما هستیم بیرونش نمیگم، امی داخلی که ما هستیم. فضای تازه، بسیار فضای دلانگیز. اینجا بسیار خوب طراحی شده، مستحکم و اینجا هر کسی که آمده یک یادگاری از خود به جا مانده. مثلا نوشته کردن نامای خوده، مثلا به اینجا نوشته است یادگاری مصطفی درصفی. اندیوال ما از درصف آمده باز نوشته کردن، اینجا قلندر نوشته کردن هموطن قلندر رو با ایجا آمده. خب این همی تو یادگاری ها هم هست، خاطرات خود به اینجا نوشته کردن که اگر یک وقت بعد یا چند سال بعد که آمدن ببینن. و خیلی یادگاری های دیگه هست که از اینجا پاک شده یا هم خیلی از کسایی که اینجا نوشته کرده شاید دیگه به دنیا نباشه، شاید رفته باشه، نمیدانم، شاید هم باشه.
وی بالای ازی را که جور کردن، بالای ازی که خشتار که ماندن، بسیار جالب، بدون کدام چوب، بدون کدام آهن، خشتار بسیار به شکل ماهرانه به بالا چیندن. میشه که شما بالا را ببینین، بسیار جالب، شکل لوزی، یک شیرینی های در سابق بودن لوز میگفتن، را همونتا فکر کنم که بود به مو شکلی چنده شده و هر قدر که تو پایین رفته میره شکل حلقه‌ای را به خود میگیره. پس میریم به بالا، به بالا بریم. اینجا چه شما خورد؟ همو هم بطنهای ما که در اول به اونجا بودن همراه از اونا صحبت میداشته باشیم، اونا چه وقت آمدن، چه گفتنی دارن، لذت بردن نبردن از شکر که آمده بودن. آمدیم که با تفریح و سیل سیاحت هم وقت یک محفل عروسی سر خوردیم، دیگه آقا داماد همیجا گیر کردیم، ما گفتم که دشه گپ بزنیم. همی داماد کجاست؟ داماد این اینجاست. السلام علیکم و رحمت الله، تبریک، تبریک باشه، انشالله که بخیر رسیدی تا اینجا. آه بخیر رسیدیم. کجا روان هستی حالا؟ میری چارکن. میری چارکن؟ میری بخیر. چطور بود محفل عروسی؟ کجا بود؟ چطور سپری شد؟ شکر خوب بود. خب در کجاست عروسی؟ در کجا بود؟ در مزار بود. در مزار بود. ینگه از مزار از دیگر. نام خدا اینقدر نفرا که خود دا آمدن حالا پس میرن دیگر اون طرف. پس میرن اون طرف. از مصارف عروسیت بگو، چقدر مصرف کردی به عروسیت؟ مصرف دیگه بسیار مصرف کردی. مثلا چقدر مصرف کردی؟ یک 4 لک 5 لک. 4 لک در عروسی یا مجموعه؟ هم میگیشی 4 لک رفع. دیگه حالا بخیر به طرف چارکن میری؟ چارکن دا آمدی؟ طرف چارکن میری. امیجا راستی یک پایکوبی داشتن. امی کسایی که امیجا پایکوبی داشت چی شد؟ در جانی طرف یک صبر که دیگه تو بگیرین یک یک محفل شروع کنیم که جمعان یک یک چک چک رو بکرین یک کس بارم خوشک خالی خونه میشه یک نمی کس محفل از یام خلاص شد. محترم بگی بخیر برین، بخیر برین، انشاءالله که بخیر سپری شما. برین 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 بخیر برین بخیر برین بخیر برین. بیننده های عزیز بیاین از این فضا استفاده بکنین. ما هم همینجا میشونم چون خیلی مانده شدیم از این بالا یک را دو را سه را و او راه دومی که رفتیم خیلی خیلی زینای بزرگ بزرگ داشت و همین بالا شدن مانده میکنه. امیدوار هستم که از دیدن این برنامه شما لذت برده باشین. انشالله یک وقت که به مزار شریف آمدین به اینجا بیاین و از این فضا شما استفاده بکنین و لذت ببرین و هم عکاسی بکنین. خب نظریاتتان در رابطه به این برنامه بنویسین که چطور بود، لذت بردین، کجای این برنامه به شما جالب بود و خوشتان آمد. تا برنامه بعدی که باز هم من مصطفی هاشمی با جمع از همکارانم در خدمت شما خوبان قرار میگیرم. همه شما را به خداوند یکتا و بینیاز امانت میگذارم. روز عالی، فردای بهتر داشته باشین. الله نگهدار.